هر روز در حاکمیت خامنه ای گوشه ای از اختلاس و دزدی های کلان برملا میشه. غارتگری هایی که زندگی رو بر تمامی اقشار سیاه کرده. اما این اختلاسات چگونه صورت میگیره و چگونه هزینه میشه؟ تأثیرش روی جامعه و مردم ایران چیه؟ در همین رابطه همراه هستیم با آقای مسعود راتبی. با سلام به شما آقای راتبی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و با ما همراه شدین. سلام به تو علیرضای عزیز و همینطور سلام به بینندگانتون و به ویژه کانونهای شورشی قهرمان که همواره شعله مقاومت رو در مقابل این رژیم جنایتکار روشن نگه می‌دارن. بفرمایید، در خدمتتونم. خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. اخیراً یکی از کارشناسای حکومتی فاش کرده که 1500 میلیارد دلار منابع ارزی به هدر داده شده. توضیح بیشتر رو از شما بشنویم. بله، خدمت عرض کنم که خب این حرف که حرف جدیدی نیست. واقعیت اینه که تو این نظام اهریمنی هر روز همین داستانه، یعنی که شاهد هدر رفتن میلیاردها دلار از سرمایه های این مملکت به دست این آخوندهای فاسد هستیم. ولی حالا تو رابطه با این مورد مشخص، سایت حکومتی رویداد 24 به تاریخ 27 مرداد همین امسال از قول یک کارشناس اقتصادی رژیم به اسم علی سعدوندی، ببینید چی میگه. میگه در 20 سال گذشته چیزی در حدود 1500 میلیارد دلار منابع ارزی داشتیم و آنها را هدر دادیم. 1500 میلیارد دلار منابع خیلی سنگینی است و اگر فقط یک چهارم آن را، توجه کنید چی میگه، اگر فقط یک چهارم آن را در زیر ساخت ها هزینه می کردیم، از نظر زیر ساختی در رده کشورهایی مانند ژاپن قرار می گرفتیم. میگه فقط یک چهارم. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که خامنه ای طی 20 سال 1500 میلیارد دلار از جیب مردم و سفره هاشون دزدیده. حالا وقتی این جنایت بیشتر روشن میشه که این رو با عدد و رقم باز کنیم، اینطوری که اگه این عدد رو به تعداد خانواده های ایران تقسیم بکنیم، با فرض مثلا 24 میلیون خانواده، بله، از صندوق و سفره هر خانواده تو ایران یه رقمی معادل حدود 62500 دلار یعنی بیشتر از 3 میلیارد تومان برای هر خانواده دزدیده شده. حالا شما حساب کنید در صورت هزینه کردن این پول برای مردم، دیگه مشکلاتی مثل مسکن، اشتغال یا گرونی باقی میموند؟ دیگه خبری از پشت بوم خوابی بود؟ خبری از گور خوابی بود؟ خبری از کودکای کار و زباله گردی و ترک تحصیل و حاشیه نشینی و اندام فروشی و غیره بود؟ قطعاً که خیر. آخه اگه این پول به صاحبش که همین مردممون هستن برمیگشت، که دیگه موضوع نون نسوه و نون نسیه تیتر روزنامه ها نمیشد. بله. کما اینکه هیچ مادری هم مجبور نمیشد نوزادشو بفروشه. بله، دقیقاً. و خلاصه سریالی از دردای مشابه جامعهمون. بله، اینقدر خبر دردناکه که من ابتدا فکر کردم اشتباه دارم میخونم و دلار نیست، مثلا تومنه. به هر حال با این توضیحی که دادین، این سوال پیش میاد که این مبلغ عظیم، این 1500 میلیارد دلار کجا و چطوری به هدر رفته؟ خب باید بگم که خود خامنه ای خیلی واضح پاسخ این سوالو داده که این 1500 میلیارد دلار چی به سرش اومده. توی 9 اردیبهشت فکر کنم همین امسال بود، گفت از روش بگم، بنده 20 سال پیش گفتم که با اژدهای 7 سر فساد باید همه جانبه مبارزه کرد. البته اژدهای 7 سر فساد یه واقعیته، ولی اینکه باید همه جانبه باهاش مبارزه کرد یه فریبکاری محضه. برای چی؟ برای کمرنگ کردن اون به اصطلاح اژدهای افسر. واقعیت که تو جریان درگیری های باندی از
پرده به قول معروف بیرون افتاده و یه جریان عادی تبدیل شده. تو این رابطه هم زیاد لازم نیست سراغ گذشته بریم. تو همین هفته گذشته خبرگزاری حکومتی اقتصاد آنلاین توی هفته شهریور بود خبری رو داد که 3,000 میلیارد تومان توسط یکی از بانک‌های دولتی اختلاس شده. به رقم دقت میکنید؟ وقتی اژدهای هفسر فساد و تباهی ثروت و همه سرمایه ملی رو میبلعه، آثار ویرانگرش توی نقطه که نمونه، خیلی زود گسترش پیدا میکنه و خلاصه مسیر انحطاط رو به سرعت طی میکنه. توی همین رابطه روزنامه فرهیختگان به تاریخ 7 شهریور ضمن اینکه اشاره میکنه به انهدام اقتصاد ایران و مقایسه میکنه وضعیت سرانه تولید ناخالص داخل ایران رو بر مبنای قدرت خریدشون با کشورهای ترکیه یا جمهوری آذربایجان، اردن و یا عراق از سال 2000 تا 2022 اینطوری می نویسه: رئیس صندوق توسعه ملی با ذکر این موضوع که ممکن است در آینده به وارد کننده گاز، گندم، خدمات پزشکی، لوجستیک و غیره تبدیل شویم، گفت مردم نگرانند که به زودی تبدیل به عمله کشورهای همسایه شویم. بله، حالا این پولایی که به قول سعدوندی همون کارشناس رژیم که شما اشاره کردین اون عدد و رقم ها رو گفته هدر شده، یعنی مشخص نیست واقعا این پولا کجا هزینه شده؟ ببینید وقتی دزدی و اختلاس توی شاکله حاکمیت خامنه ای شکل نهادینه پیدا کرده، هیچ وقت به طور خود به خودی که مشخص نمیشه کجا هزینه شده. ولی خب توی درگیری های باندی میبینیم که بعضا دست همدیگه رو رو میکنن و بخشی از این کلاندوزی ها افشا میشه. از جمله مثلا از کلان سپرده هایی که توی بانک های خارجی واریز شده تا ریخت و پاش های میلیاردی سپاه و آقازاده ها و غیره، تا هزینه های سنگین بمب‌سازی و موشک‌سازی و پهپادسازی و خلاصه ایزن جنگ افروزی و دخالت توی کشورها. حالا بذارید اینجا به یه نمونه دیگه از خود رژیم اشاره کنم. روزنامه حکومتی رسالت توی 10 دی ماه سال 99 در پاسخ به خبر ارسال چمدون‌های دلار به سوریه و لبنان و خلاصه حل مشکل مسکن 200,000 خانواده لبنانی اینجوری می‌نویسه: آیا این خبر، بزنین از بخونم از روش براتون، آیا این خبر جدید است؟ خیر، بارها صریح‌تر از این را از بالاترین مقامات کشور شنیدیم. رهبری فرمود کمک ما به محور مقاومت از اوجب واجبات است. ایشان فرمودند کمک میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن آن نداریم. سید حسن نصرالله هم گفت بی پرده میگوییم هزینه و خرج خورد و خوراک و سلاح و موشک های حزب الله از جمهوری اسلامی ایران میرسد و تمام. اینا حرفای خود رژیمه. بله. ولی طنز قضیه اینه که پولا اونطور که حسن نصرالله مزدور ادعا میکنه صرف خورد و خوراک و خونه سازی نشده که، بلکه خرج ویرانی لبنان شده، کشوری که یه روزی به طور واقعی مرفه ترین کشور منطقه بود. این کشور بر اثر دخالت های رژیم و حزب الله دست نشوندهش به خاک سیاه نشسته. همچنان که طبق اسنادی که کانال تلگرامی قیام تا سرنگونی از داخل رژیم منتشر کرده، رژیم بیش از 50 میلیارد دلار به سوریه کمک کرده. بله. پولایی که خامنه‌ای برای حفظ دیکتاتور خونریز سوریه
صرف کرد. بله. هزینه کشتار بیش از 500 هزار نفر از مردم سوریه و میلیون ها آواره شده. بله، حالا در این روی سکه میخواستم ببینم این کلان دزدی ها و اختلاس ها در وضعیت جامعه و مردم خودمون چه تأثیری داشته. خب البته که قربانی اصلی مردم ایران هست که بیش از 14 تو چنگال های این اژدهای هفت‌سر اسیرند. تأثیر بلافصل این دزدی ها وضعیتیه که الان خط فقر داره تو مدلای مختلف، یعنی تو مدلای مختلف بی خانمانی در حقیقت خودش رو نشون میده. بی خانمانی پدیده‌ایه که الان اشکال متنوعی رو به خودش گرفته، من جمله پشت بام خوابی، موتورخونه خوابی، ماشین خوابی، گور خوابی، اتوبوس خوابی، خونه به دوشی، پیدا کردن شغلی که یه سرپناهی رو همزمان فراهم بکنه، یا همخونگی دو تا یا چند تا خانواده توی یه واحد مسکونی. همه اینا رو باید گفت که واقعا از جمله مصادیق آشکار غارتگری نظام آخوندیه. ولی حالا ببینید که با این همه ثروت توی مملکت بازم رئیسی جلاد دست تو جیب مردمه و حتی با گرون کردن نون که اصلی ترین ماده غذایی اقشار کم درآمده، اون رو هم از سفره‌هاشون جمع میکنه. بله، به همین علته که مردم با قیام‌هاشون تو مقاطع مختلف نشون دادن که تنها راه این فجایع، بله، تعیین تکلیف تمامیت این حکومته. همونطور که این روزا حتی بازنشسته ها شعار را میدن و هشدار میدن به خامنه ای و رئیسی که رئیسی قالیباف، این آخرین پیام جنبش بازنشسته آماده قیامه. بله، با تشکر بسیار از اینکه در این برنامه با ما همراه بودین. منم تشکر میکنم از این فرصتی که بهم دادید.